آنچه در سریال احضار گذشت. ببینم این بفهمم کسی که وارد زندگی شده روزگارتون سیاست، هرکی باشه و هر جا باشم. کجایی تو نگران شدم؟ تو همیشه نگرانی امیر، یه سری وسیله اضافه بود گذاشتم حیات پشتی. کل خونه رو به خاطر تو دنبالت گشتم. خوشم یاد از لابلای برفام گل پیدا میکنی. دیدی گفتم بابایی واسم اون گل میاره؟ راستشو بگو، این همه دارو برم میچرخی به خاطر خودم یا بچه؟ جفتت. اون صداها چی بود دیشب میومد امیر؟ تو کوتبیت این صداها چیز عجیبی نیست، بهشون عادت میکنی. حالا نمیخوای تعریف کنی دیشب با خاله سرعی خوش گذشت یا نه؟ خوش گذشت عزیز دلم. ببخشتی اومدم دنبالت، دیشب شیف بودم، آژانس هم گرفتم بیا دنبالت، نمیدونم چرا نایمد. همیشه سه نفری میومدیم اینجا، اصلا بعد رفتن هم باید بیشتر هوا هم دیگر داشته باشیم. اون بود هوایی هم همونو داشتم. جیسو دختر، تو چرا این جن بوداده میمونی؟ یه دفعه غیبت میزنه. الان میام میگیرم. پدر سوخته دست من فرار میکنی؟ بله الان بهت میگم. بایتا قولی بزن بدی. باید قول بدی هر وقت دوستم نداشتی بهم بگی. دوستم نداری؟ دوستم نداری؟ ببینم این بفهمم کسی که وارد زندگی شده روزگارتون سیاست، هرکی باشه و هر جا باشم. نمیدونم چه این قضیه پرستار پری انقدر قفل شده. چطور این خانمم موندگار نشد؟ نه بابا، اصلا نمیدونم مشکل کجاست. مشکل خیرخواهی بیش از حد توه. چیکارش میکردم امیر؟ بلش میکردم به همون خدا، نمیدادمش به سیستی. تو رفاقتو در حق من تموم کردی سینا، ممنونم ازت. تو نبودی نمیدونم چطور بعد از زیر صفر شروع میکردم، خونه، ماشین. بیخیال پسر، اگه میخوای از اون رفیقم تشکر کن که هرچی داشت سپرده از من گذاشتم بسپرم به هر کسی. کی بهتر از تو؟ تو هنوزم به گیسو فکر میکنی امیر؟ معلومه که نه. چرا این حرفو میزنی؟ بعد مگه قرار نبود راجع به گذشته حرف نزنیم؟ چرا؟ ولی آخه اینقدر همه چیز خوبه که گاهی میگم نکنه یه چیزی همه اینا رو از بین ببره. چه اتفاقی میخواد همه اینا رو خراب کنه؟ بعدم هر اتفاقی میخواد بیفته دیگه من نمیذارم. من میخوام برگردم پیش خاله سریا. پریا جان، خاله سریا دیگه رفت پیش بچه هاش، نیست. دوست ندارم. عزیز دلم، من به شما قول میدم یه پرستار کلی مهربون تر از خاله سریا واسه پیدا کنم. حالا از زیر میز میای بیرون. من پرستار نمیخوام.
معلوم آدم سختگیری هستینا. از این برگاهی درخواستی که پر شده و هنوز کسی رو استخدام نکردین میگم. هنوز مورد مناسبی پیدا نکردم. شما یکی از این فرما رو پر کنیم، من مطالعه میکنم. راستی دخترتون اسمش چی بود؟ پریا. نگران پریا جون نباشید، اون با من حلش میکنم. دکتر جون، از این دختر پرستاره وقتی از خونتون زده بیرون هیچ خبری نداری؟ گفتم که مثل دیوانه های اوزد بیرون. دکتر بعد یه ساعت که بهش زنگ زدم بالاخره الان گوشی رو جواب داد. خیلی دریوری میگفت، انگار جن دیده باشه. بعدش هم یهو گوشی رو قطع کردم. زنگ زدی همینو بگی؟ نه آقا، یه چیزی کم هست در مورد خونتون. راستیتش من یکم نگرانم. چطور؟ دکتر وقتی این خونه رو براتون پیدا میکردم حرفای خوبی در موردش نمیزد. سال پیشو یادت میاد چطوری زندگیمو با آتیش کشیدی؟ اونم به خاطر هوس بازیت با دوست صمیمی. پیش خودتون چی فکر کرده بودین ها؟ خوب چشماتو باز کن و ببین. بازی رو عوض کردم امیر. چی شد امیر؟ چیکار داری میکنی؟ بریم تو. الو جونم، نفس کجام سرکارم دیگه. جونم چی؟ آهنگ خزخیله؟ چک بله عوضش کنم. چی دوست داری برات بذارم؟ چی دوست داری؟ ببین گوش بده ببین خوبه، اینو گوش بده ببین خوبه. من 7 سال پیش مردم که شوهرم بتونه با خیال راحت زندگی عاشقانش رو با صمیمی‌ترین دوستم شروع کنه. اون دوتا فکر میکردن مرگ من میتونه آتیش انتقام ازشون دور کنه. برای گرفتن انتقام یه راه خوب پیدا کردم. بیا و ببین و فقط سکوت کن.
از زندگیم با امیر چیزی جز صداقت و اعتماد نمیخواستم. میفهمی؟ هیچی. فقط میخواستم ازش یه مرد کامل بسازم. پس با همه وجودم اومده بودم. اومده بودم تا تمام زنانگیمو یه جا نثارش کنم. اما اون چرا با خیانت جوابمو داد؟ تو با صداقت و زنانگیم چه کردی امیر؟ پری بلنشو باید بریم مهد. پریا منو صدا کردی؟ کجا بودی تو؟ رفتم آب بخورم. زود آمده شم. کجا میخواییم بریم؟ نگران نباش، بیمارستان نمیبرمت. پس کجا میخوایی منو ببری؟ من دوست دارم خونه باشم، پیش خاله سرعیا. پریا، چقدر انرژی میگیری؟ زود آمده شم. دبستانی من سه زبان است. دو وعده غذای ارگانیک میدم. صبحانه سلامت. هر روز بچه‌ها با موسیقی ورزش میکنن. کلاس سفالگری، روباتیک، بلز. من بهترین مربی ها رو جمع کردم. تحصیل کرده ترین. آخه من نمیدونم دیگه آقای دکتر، این خانواده ها دیگه از اینجا بهتر رو کجا میتونن پیدا بکنن به خدا. مشکل من این چیزا نیست خانم مهتبی. هر یه مدتی که تنها بوده هیچ دوستی هم نداشته. اصولا مایل نیست به کسی معاشرت کنه. یعنی اصلا حرف نمیزنه؟ حرف که میزنه با یه موجود خیالی به نام خالص رعیه گه همشه باشه. پری خیلی بهش وابسته است. اصلا نگران نباشی، برای بچه های تو این سن کاملا این واکنش طبیعیه. یه موجود خیالی برای خودشون درست میکنن. من به شما قول میدم که این مشکل رو کاملا میتونم برطرف کنم. یه قصه برای پریا جون درست میکنم که خالص رعیه رو کامل از ذهنش بتونم بکشم بیرون. پریا خانم، عزیزم، من نمیخوام اینجا بمونم. یه کوچولو که بمونی نظرت عوض میشه. کلی دوستای خوب پیدا میکنی، خیلی بهت خوش میگذره. گفتم من نمیخوام اینجا بمونم. قربونت برم، من که نمیتونم تو رو هر روز به خودم ببرم بیمارستان. اون روزی هایته که
همه جا رو به هم ریختی، همه هم دنبالت میگشتن. منو ببر خونه، خالص و ریا مواظبم. پریا جان من دیرم شده، باید برم. خب سلام امیر جان، چی شده؟ چرا انقدر به هم ریخته ای؟ مگه چه اتفاقی داره تو اون خونه میفته؟ چی؟ گیسو رو احساس میکنی همه جای اون خونه؟ دست بردار امیر، گیسو 7 ساله که مرده. باور کنیش کدوم از این چیزایی که میگی واقعیت نداره. خیر خوب باش، یکی میفرستم همه جای خونه رو دوربین بذاره. نه همه هنگ میکنم، نگران نباش فعلا. خب خانم خوشگله، نگفتی اسمت چیه؟ جوابمو نمیدی؟ نه چرا چیزی که میدونی میپرسی؟ همه اینجا میدونن اینو، هر چی که من بگم باید تموم بشه. تو همینو بکن تو کلت قربونت برم. من عاشق دختر بچه هام. تو منو دوست داری؟ دوست دارم میرم، میخواستم یه قصه برات سالیس کنم. یه دختره میرم. پلیسم زنگ زدم خیلی وقت دیگه جاده یخمندون بسته شده. صدا جیغشه که شنیدم فهمیدم یکی قراره بمیره. بیا اینم از این گاوانم، یک گوساله عجیب غریب زایده، بقیه گاوانم شیر نمیدن. اون از بچه‌هامون، اونم از حیوانامون. 3 ساله که خیر برکت از اینجا رفته. خدا به دادمون برسه. گفته بودم این شهریا بیان اینا میریزم بیرون، نگفته بودم؟ بله از پشت کوه اومدم بیرون، میریزم تو تک تک خونه تو. گفته بودم نگفته بودم؟ بله گفته بودی. از نشونه های آخر زمانه، اینا همه دنیا رو میگیرن، میرن تو جلو همه. هیچی گناه بیشتر میشه اینا زورشون بیشتر میشه. گفته بودم نگفته بودم؟ گناه کی آورد اینجا؟ هم شهری ها، هرچی فساد زیر سر این هاست. دروازه های جهنم همه رو باز کرده. آقا شنفا گفته بودم یه کار از این حرفا گذشته. یه دعا بهمون میدی آقا شنفا؟ دعا بخوای این هفته هر روز هر ساعتش نصیه. برید هفته دیگه بیه، تا اون موقع نذاره بچه هاتون بیان بیرون، بذاره نصی شده دامن همین شهری ها رو بگیره. خرافه ها چیه تو گوش مردم میکنی؟ خرافه؟ تو از خرافه چی میدونی؟ آدم های اینه تو رو من زیاد دیدم، شما چیزی جز دروغ نداریم بگید. میگه
بوی برگ میاد. میگه نوبت توه. حاله دیواره خونت هم رنگ کن. پوریا اینقدر نده و میخوری زمین ها. جان آره خاله جان آره عزیزم همه نقاشی دیدم همش خوشگل بود. پریا جون چرا از یه رنگ استفاده میکنی؟ مامانت این لباسه قشنگ رو برات خریده؟ من مامان ندارم. آخه پس با بابات زندگی میکنی؟ سینا بابای من نیست، من بابا سینا صداش میکنم. پریا میخوای با این کار خودتو تو دل من جا کنی تا بتونی زن بابا سینا بشی؟ من؟ زن بابا سینا؟ پریا جان بابا سینا دکتر خوشتیپیه، یه خونه بزرگ داره و یه عالمه پول، اینجا هر کسی رو وسوسه میکنه مگه نه؟ پریا اینا چیه داره میگی عزیز دلم؟ تو سر کارش هم یه خانه نظری هست که فکر میکنه اگه با من مهربون باشه میتونه زن بابا سینا بشه، اما این کارا فایده دار نیست. بابا سینا یکی دیگر دوست داره. سلام. 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 سلام کنم. دکتر امروز دو تا مریض آوردن بخش. یه مریض هم داره مرخص میشه که منتظر امضای شماست. امروز پریا رو نیاوردین؟ پریا رو گذاشتم نه. دیدم هیچ وقت با همسن و سالای خودش معاشرت نکرده، شاید اینطوری بهتر باشه. درست. من یه عذرخواهی هم شما بدهکارم به خاطر رفتار دیروزم. میدونم اینجا کلی سرتون شلوغی کنیم، درد سرای خودتون داریم. پریه هم که افتاد گردن شما. نه این چه حرفیه، من خودم پریه رو خیلی دوست دارم. همینه بود؟ بله ممنون. سلام صفتری، کیو میگی؟ آره مورد مناسبی نبود. دکتر کجاش مناسب نبود؟ نگو این حرفو. یکی رو میخوای بهتر از اون؟ امروز از صبح هرچی زنگ زدم موبایلش خاموش بود. تا خواهرش خودش با هم تماس گرفت و زیاد و بیداد چون نمیدونی چی کار کرد. گفت دیشب خواهرش از ترس فشارش افتاده رفته بیمارستان زیر سرومه. زیر سرو؟ آره بابا، گفت یه چیزی دیده ترسیده، همش از جن و شیطون و از اینجور چیزا حرف میزنه. نه گفته بودی دکتر شیطونی تو میدونستم اما دیگه تا این حد نه. چی نجونش دادی نقالا؟ میشه بگی؟ چی میگی صفتری؟ شماره تلفن تو دستگاه هست، اگه مشکلی پیش بیاد خود دستگاه اتومات باهات تماس میگیره. اصلا هم نگران نباش، با تلفنت هم میتونی قطعش کنی وصلش کنی. بله الو، بله خودم هستم. آقا من گفتم اون جنس چینیه به درد نمیخوره، شما گوش نکردی رفت کار خودتو کردی. ببین منو باقی دوربینه رو کجا نصب کنم؟ چه جنسی میخوای؟ چینی میخوای؟ همه جای خونه بذار. خیلی خوب جنسش هم خوب باشه. کدمو چی برات بزنم؟ اونو خودم میذارم.
جریان چیه؟ دوست دارم هر جا میری جلو چشم باشی. مگه قرار اتفاقی برای من بیفته؟ مگه من مردم برای تو اتفاقی بیفته؟ این همه نگرانیت داره منم نگران میکنه امیر، ولی اگه اینطوری راحت تری باشه. اما بدون کسی که انقدر نگران زنشه شب تنها ولش نمیکنه بره رو کاناپه بخوابه. آخه تو با من بچه توپوله دستن جا میذاری من بیام بخوابم؟ من بدبخت شب باید تا صبح رو کاناپه غلط بزنم. دیوونه، بیا بریم تو. افسانه حالم بده، میخوام با حرف بزنم. افسانه، 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 آهای کجایی؟ با تو اما؟ به چی داری فکر میکنی؟ داشتم فکر میکردم خانم مهدوی چه شدی های؟ زنی زدم بیمارستان گفتن کار زبونش رو بخیه کشیده. الان خانم مهدوی چرا اینجوری شد؟ چی بگم والا؟ من که به این دختره شک دارم. یه جوریه. میگن خانم مهدوی وقتی داشته با پریا حرف میزده اون بلا سرش اومده. یعنی چی کارش میتونسته کرده باشه؟ باباش میگفت همیشه تنها بوده، همیشه تو فکر یا تو خیالش با یکی حرف میزن. اینم از نقاشیش، ببین چی کشیده. اولین باره دارم تو زندگیم از یه بچه میترسم. بیا بریم تو. اینجوری شد؟ با کی داری بازی میکنی؟ با خاله ثریا. دیوونه شدی؟ خاله ثریا کیه؟ بیا با من بازی کن. نمیخوام. برو ببینیم بابا. نمیخوام. خیلی سنگینه. منو میزنی زمین؟ حالیس میخونم. گفته بودم تو دنیای موازی میتونم ناظر اعمالت باشم. نگفته بودم؟ میگه دو سه ساعت طول میکشه، تو برو، من خودم با تاکسی میام. چی میشه من تو رو ول کنم؟ میرم اینجا کار دارم میام دنباله. پس بگو مامو چرنگی کنم. موهات که قشنگه، من از اول همین شکلی دیدمه. تو که روز اول من دیدی که فکرت میشه یکی دیگه بود. باز نفت و گذشته. بگو دیگه امیر، یالا بگو خیس شدم. قشنگه میگم مو. خود دوست همون رنگی بکنم که تو دوست داری. همین رنگی که هست دوست دارم. آدابه. پروا جانا بیا. چه شده؟ تو عطر کوکو شنل زدی؟ نه. چطور مگه؟ هیچ. دیمونه. کاری کردی بچه ها به این بخندن. بهت گفتم خاله ثریا رو عصبانی نکن. خاله ثریا بهت گفته که موهات خیلی بلنده.
بله. چی شده؟ بر پریه اتفاقی افتاده؟ آقای دکتر، هشه هاگشم نتونستیم پیداش کنیم. یعنی شیم اگه تو مهد نبوده؟ چرا؟ ولی هیچ کس ندیدتش. دوربینا داره چک میشه. دوربینا چی؟ های دوربینا رو چک کردم. از یک ساعت پیش خود به خود خودشون خاموش شده. خانم مهتبی کجاست؟ راستش حالشون بد شد، بردیمشون بیمارستان. باید جواب پس بدین هر دوتون، همه تون. شما مسئولش بودین، میفهمی؟ آقای دکتر، آقای دکتر، آقای دکتر. ببخشید. آقا، آقا، یه بچه کوچیک ندیدیم 6-7 ساله تنها باشه این دورو برا؟ پریا شهر تنها اومدی بیرون؟ اون از دیروز بیمارستان، اینم امروز مهد. چرا تنها اومدی بیرون؟ من خاله سریا رو میخوام. خاله سریا؟ پریا، این خاله سریا وجود نداره، هیچ وقت وجود نداشته. چرا وجود داره؟ تو حرفم نپر. پریا جان، یه مدت دلم نمیومد بگم، میگفتم مثل همه بچه ها یه وجود خیالی واسه خودت ساختی، سرگرم باشی، تنها نباشی. اما دیگه داره خطرناک میشه. خاله سریا وجود داره، مواظبمه، همیشه پیشمه وقتی تو پیشم نیستی. پریا، دیگه نمیخوام هیچی از خاله سریا بشنوم، هیچ وقت. چرا؟ چی چرا؟ چرا میخوای تنها کسی که من دوست داره ازم بگیری؟ پریا، از چشم بقیه من یه دختر عجیب و غریبم، اما اینکه بقیه درباره من چی فکر میکنه اصلا مهم نیست، چون من بهشون اهمیت نمیدم. اما تو برام مهمی. بهت قول میدم دیگه درباره خاله سریا حرفی نزنم، اگه اون چیزیه که تو میخوای. اما هیچ وقت نمیبخشمت، چون تازه دارم احساسش میکنم. چیو؟ اینکه مادرشن چه شکلیه. شما که نمیتونی مراقب چهار تا بچه باشی، همون بهتر که کرکره اینجا رو بکشی پایین. آقای دکتر، ببینین دخترتون چه بلایی سر روحام من آورده. پریو چی کار میتونستی کرده؟ این سوالا من باید از شما بپرسم. شما باید جواب بدید که دخترتون چه بلایی سر پسر من علیا. بودو بابا، بودو بریم بس.
چرا نگه داشتیم؟ این تنها تصویری یکی از بچگیم برام مونده. من پدر و مادرم و هر دو رو توی یه روز از دست دادم. تمام بچگی من توی یتیم خونه گذشت، جایی که ازش بدم نمی اومد. متنفر بودم. گاهی خوابشون رو میبینم. خواب وقتی که دارن میسوزن. میدونم چرا اینا رو برام تعریف کردی. میخوای بگی تو هم مثل من بودی. میخوای بگی میدونی من چه احساسی دارم. اون که میفهمی پدر و مادر نداشتن چه شکلیه. میدونم. هر وقت خواستی با کسی درد و دل کنی میتونی رو من حساب کنی. ما هم دیگر خوب میفهمیم. امیر با تو هم ترسوندیم. قرار بود 3 ساعت پیش بیاد دنبالم. گوشیدم که خاموش، تلفن خونه هم که قطع کردی. تو چه شده امیر؟ خوبم. مطمئنی؟ من میرم یه خورده استراحت کنم. عزیزم نمیاد تو این کمک واسه شام؟ حالا میام. چیزی شده امیر؟ نه یه چیزی چک کنم میام. خب خوشحالم که میبینمتون. همه آزمایش‌ها رو سر وقت انجام دادید و همه چیزم که به ظاهر مرتبه و این خانم گلم منتظره که بچه‌ش هر چیز زودتر به دنیا بیاد. فقط دختر خوب، توصیه من فراموش نکن تا میتونی میوه و سبزیجات بخور. اونایی هم که آهن داره رو بیشتر مصرف کن که موقع زایمان میتونه خیلی کمک حالت باشه. آقای مشکات عزیز، شما هم از این بعد بیشتر مراقب خانومت باشی. بیشتر به کمکت نیاز داری. برگارم پیش خودت نگه دار.
امیر، 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 امیر. چونه؟ به چی داری فکر میکنی؟ به تو. میخوایی ببینیش؟ کیو؟ همون که میگفتی وجود نداره، خاله سرعی. کجاست؟ اونجا. میگی بخواب